به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. با یک فصل دیگه میهمان خانه های شما عزیزان بودیم. امشب رقابت نهایی فصل 16 قرار رقم بخوره. امیدوارم از دیدن این رقابت لذت ببرید. به رقابت نهایی فصل 16 مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. در مسابقه مافیا دو گروه شهروند و مافیا شرکت میکنند. گروه مافیا شامل رئیس مافیا، ناتو و گروگانگیره. رئیس مافیا مسئولیت هدایت تیم خودش رو داره و در نهایت تصمیم رو اون میگیره. استعلام رئیس مافیا برای کارگاه همیشه منفیه. ناتوی گروه مافیا در طول بازی یک بار میتونه از توانایی ناتوی استفاده کنه و سعی کنه نقش یک شهروند نقشدار رو حدس بزنه. در صورت درست بودن حدسش، اون شهروند تحت هر شرایطی از مسابقه خارج میشه و در صورت اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمیفته. در صورتی که گروه مافیا بخواد ناتوی کنه، دیگه امکان استفاده از تیرش رو در اون شب نداره. گروگانگیر که یارهاش رو میشناسه ولی به تنهایی کارش رو انجام میده، هر شب یکی از شهروندها رو گروگان میگیره. در صورتی که اون شهروند نقشدار باشه، نمیتونه اون شب از تواناییش استفاده کنه. گروگانگیر حق نداره برای دو شب متوالی یک نفر رو گروگان بگیره. گروه شهروند شامل پزشک، کاراگاه، تکاور، تفنگدار، نگهبان و شهروند ساده است. پزشک بازی بعد از شلیک گروه مافیا میتونه یک یا دو نفر رو نجات بده. کاراگاه در شب میتونه استعلام مافیایی یک نفر رو از راوی بگیره. تکاور شهروندیه که زمانی که مورد حمله گروه مافیا قرار میگیره حق تکتیر اندازی داره. تکاور بازی در شبی که تکتیر اندازی میکنه باید مطمئن باشه که کسی که مورد هدف قرار میده مافیاست. اگر به اشتباه شهروند رو مورد هدف قرار بده، خودش از بازی خارج میشه. البته اگر رئیس مافیا رو بزنه، هیچ کس از بازی خارج نمیشه. تفنگدار هر شب بیدار میشه و میتونه حداکثر دو تفنگ به افراد داخل بازی بده. افرادی که در شب تفنگ دریافت کردن، از نوع تفنگی که گرفتن خبر ندارن و فقط در طول روز بعدی حق استفاده از تفنگشون رو دارن. پس از شلیک تفنگ توسط افراد، راوی اعلام میکنه که تفنگ جنگی بوده یا مشقی. در صورتی که تفنگ مشقی باشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اما در صورت جنگی بودن تفنگ، شخصی که مورد هدف قرار گرفته از بازی خارج میشه و شهروند یا مافیا بودنش توسط راوی اعلام میشه. تفنگدار نمیتونه به خودش تفنگ جنگی بده. اگر کسی که تفنگ دریافت کرده کشته شب باشه، تفنگ به دست تفنگدار برمیگرده و میتونه در شب‌های بعدی اون رو به افراد دیگری بده. نگهبان نقش مقابل گروگانگیره که اولین نفر قبل از گروه مافیا بیدار میشه و از نقش یک یا دو نفر در برابر گروگانگیر نگهبانی میکنه و اجازه نمیده که نقش این افراد گرو گرفته بشه. نگهبان در روز زره داره و در صورتی که در طول روز به هر نحوی از بازی خارج بشه، زرهش میفته و نقشش توسط راوی اعلام میشه و از اون به بعد به عنوان شهروند ساده به بازی ادامه میده. آقایون سلام و عرض ادب. به رقابت نهایی فصل عجیب غریب 16 خیلی خیلی خوش اومدید. تبریک بابت حضورتون در رقابت نهایی. امیدوارم که یک رقابت جالب و جذاب رو شاهد باشیم. قبل از اینکه بریم سراغ دور معارفه، سری میزنیم به گروه محترم داوری. آقایون سلام و عرض ادب. آقای صادقی با شما شروع میکنیم. به نام تو آغاز میکنم که خدایی. سلام عرض میکنم خدمتتون.
دوستان قطعا خیلی تلاش کردید تا تونستید به این مرحله برسید. امیدوارم تو این مرحله از بازیتون لذت ببرید و ثمره تمام تلاشاتون رو بگیرید. ارادت. متشکرم. آقای نوید سلام. سلام به شما، سلام به همه. خیلی خوشحالیم که شما رو تو مسابقه پایانی می‌بینیم، رسیدیم به آخرین قدم. من یه جمله از قبلا گفتم، چون خیلی دوستش دارم تکرارش میکنم. دوستان شما چه فکر بکنید میتونید، چه فکر کنید نمیتونید، تو هر دو صورت حق با شماست. امیدوارم که بازی جذابی رو داشته باشین و موفق. متشکرم. آقای سینا سلام. سلام، تبریک میگم بابت صعودتون به فینال. دیگه آرزو موفقیت نمی کنم، چون به موفقیت رسیدید. تا الان کلی زحمت کشیدید، تلاش کردید، نبردها رو پیروز شدید. الان وقتشه که لذت ببرید. موفق باشید. متشکرم. آقای حمید سلام و عرض ادب. درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستم. میگن مالکیت آسمان رو به نام کسانی نوشتن که به زمین دل نبستن. امیدوارم همیشه به سمت آسمان پیروزی و موفقیتتون قدم بردارید. متشکرم آقای حمید. پیشبینیتون از این رقابت چیه؟ پیشبینیم امیدوارم توی بازی مافیاهای یارفروشی نکنن، شهروندا هم پشت همدیگه باشن تا یک بازی جذاب رو ببینیم. آقای مصطفی سلام و عرض ادب. سلام، عرض ادب و ارادت. من فقط امیدوارم آخرین ایستگاه بازیتون اولین ایستگاه موفقیت زندگیتون باشه. بسیار خب، تشکر میکنم از زحمات شما عزیزان. میدونم که ماها زحمت کشیدیم برای اینکه ما بتونیم این رقابت‌ها رو برسونیم به اینجایی که الان داره اتفاق میفته. خسته نباشید، درود بر شما. و میریم سراغ دوره معارفه. آقایون صحبت میکنید 15 ثانیه بدون چالش. شماره 1 بفرمایید. بچه ها سلام، اسم من سیناه، باعث افتخارم با همتون دارم تو این مرحله بازی میکنم. امیدوارم بهترین بازی این فصل این بازی باشه. پیشنهاد من اینه، هر کی یه جمله قصار یا یه بیت شعر بگه. جمله منم اینه، تو جهانی که سه بود داره هیچ جفتی درست نیست. اینم از یکی از رفیقام وام گرفته بودم. حالا هر کی نگه روز یک میره دیگه، متاسفانه. بفرمایید. سلام بچه ها، من علیرضا مزینانی هم. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. بچه ها من شعر ندارم بگم، بعد بخوام بازی رو با چند تا چرا حل کنید. چرا یکی مافیاست، چرا یکی شهروند. یه تا میزنم به شماره 1، یه دونه شماره 9، یه دونه هم شماره 6 علی. از اون موقع تا داریم من اینو. بچه‌ها بفرمایید. سلام دوستان، اسمم مهدیاره. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. ببینید بچه، تا اینجا که اکثر بازی‌ها رو مافیا برده، ولی این بازی فیناله. منم شهروندم. مافیا قطعاً نمیچر به این بازی. شماره 5 مافیای بازی به نظر من، شماره 10 مافیای بازی. فعلا این دو تا مافیا حسی من. سلام دوستان عزیز، ایمان کاشیانم از خاک پاچه اصفهان، یه سپانی اصیل با شماره 4، شماره سلطان محرم نریچیا. اگه اینجا تو فینال هستم، به عشق و امیدیه که رضا حسینی فینالیست فصل 6 به من داده، همچنین احسان پور رمضان، ازشون تشکر میکنم. آقای نورایی عزیز، من یه عکس با شما حتما میگیرم. خیلی مشتاقی با یه سپانی اصیل عکس داشته باشه. بله حتما در خدمتتون هستم. بفرمایید. در قدم روی من خار مکار، روزی به سراغت می آید. اساتید سلام، مهدی اردانی هم از شهر ری. هر گونه اتهامی پس ذهنتون به من دارید، همین الان میشورید میذارید کنار، من شهروند بازیام. شماره 2، شماره 1 مافیای، 9 مافیای، 6 مافیا، یعنی اصلا اتهامات پشت سر هم میسه کیو میزنی، بعد تاو میبینی بعد وسطو میبینی، یعنی پشت سر هم نداری. چون شماره 2 اولش هم داشت تو تیم میداد، احتمال 90% مافیای بازی. بفرمایید. سلام دوستان، علی هم. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. امیدوارم که بازی جذاب داشته باشیم. مهدی احساس میکنم استدلال ساختی، مثلا چه ربطی داره که مثلا از این ور به این ور. ببین مشکوکی ایمان، حس میکنم شهروندی ولی مشکوک صحبت کردی. به نام خدا. سلام بچه ها، خیلی خوشحالم تو جمعتونم. محمدم از شهر زیبای گرگان. اولش به خاطر سینا، در جهانی که نامش عالم است، من عالمی دارم که نامش مادر است. بچه ها اجدای سینا مال فصل 10 بود، اون حالت پیشفرض بود. حالت اصلیش دست من تو این بازی مافیا رو آتیش میزنم. من قطعی شهروندم. از نظرم 5 مافیا استدلالی که دو آورد برای درسته. شماره 3 هم میتونه مافیا باشه. 2-1 حس شهروندی میگیرم ازش. سلام دوستان، مهدی ام. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم، بالاخره با نقش شهروند. بچه‌ها 5 به نظرم مافیاه. 5 یه دلیلی اومد برای 2 بسازه. 6 هم به نظرم مافیاه. با اینکه اتهام زدی گفتی 4، من حس شهروندی میگیرم ولی مشکوکی. بفهمم. تو از دیگه مشکوک چجوری حس شهروندی میگیری؟ من این دوتا رو مافیا دارم. سلام دوستان، امیررضا ام. خیلی خوشحالم که جمعتون بازی میکنم.
آقا من تو رو شهروند دارم، هفتم شهروند دارم، شیش رو قطعی مافیا دارم، حسی هم دارمش. با اینکه تو اونو شهروند داری، تو دیستا عدم تایید میدی رو اون، باش شیش قطعی مافیاست به نظر من، شماره دو هم مافیاست. بچرخه بچه. آقا سلام بچه ها، علی هم خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاتون بازی میکنم تو فینال فصل 16. امیدوارم بازی قشنگی باشه. جا داره یادی کنم از آقای مرتضی رادان که تو این بازی به رکورد فینالاش رسیدم. این بچه ها عجیب ترین و غریب ترین اتفاقات تو فینال واسه من افتاده، یعنی هر چیز عجیب غریبی بوده واسه من، میترسم یه چیزی از بالا بخوره تو سرم تو این بازی. بفرمایید. شانس نداریم که بخوره تو سرت، راحت شیم از دست آقای علی. خب براتون آرزوی موفقیت دارم عزیزان. با علاوه من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. ناتو گروگان گیر تایید. رئیس مافیا و ناتو بخوابند. گروگان گیر. رئیس مافیا تایید. ناتو تایید. گروگان گیر بخوابه. نگهبان بخوابه. کارگاه بخوابه. تفنگدار بخوابه. پزشک بخوابه. و تکاور شهرمون بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 1. شماره 10 صحبت. آقا من راجع به بازی صحبت کنم. بچه من که شهروندم، شهروند میتونه با من بازی کنه. ببین شماره 9 سه نفر یه موزه یکسان راجع به شماره 5 داشتن. تو به دو نفرشون میگی شهروند، میگی 6 مشکوکی، پس تو مشکوکی. مهدیار حسی واسه من مشکوکه، چون دیالوگش آماده شده بود راجع به دو نفر قبلیش، نظری نداشت، می‌خواست بشه در تام بزنه. این دو تا رو مشکوکه. بله. علی الان 7 8 نفر دیالوگ آماده شده گفتن حاجی. نمی‌فهمم چی میگی. برای منم قبل از بازی هم مشکوک بودی، ولی من اتهام ندارم. بچه ها من که شهروندم، چیز خاصی از بازی در نیاوردم. شاید باورتون نشه، چون اصلا نمیخواستم که در بیارم. حالا امروز صحبت بکنی، چالش آخر رو به من علی بده، چالش آخر رو علی به من بده، بهتون میگم چیا در میاد. چالش شماره 5 صحبت. صحبت کنه. ببین شماره 9 من مشکوک صحبت کردم، تو شانس اینو گذاشتی که با من شهروند چش با من مافیا باشم چش واس کنی، برای همین من نکوبیدی. اینو می‌خواستی بکوبی، ولی احتمال دادی که با من چش واس کنی. چون 9 مشکوک 2 احتمال 90% من فقط می‌خوام صحبت تو یکی رو من بشنوم که ببینم امروز از حمایتات چی گرفتی، حمایت جزئی شدی، ولی می‌خوام ببینم چی گرفتی. بفرم استاد. من می‌خوام بگم بعدی تو هیچی تو بازی نداری، نمیشه که. بچا 6 5 خیلی مشکوکه. شماره 3 دیروز چیکار می‌کنه؟ هیچ نظری راجبه یک و دو نمیده، اتهاماشو اون ور میزن. بعد علی تو دیروز میتونستی این چیزایی که میخوای الان بگی دیروز بگی، بعد الان سر صحبت چالش گرفتی گفتی. بچه ما سه تا مشکوک دارم، یکی 3، یکی 5، یکی 10. به چرخ فعلا 9 صحبت کن. آقا تو میخواستی بشنوی این چی میگه، صبر میکردی از سه چالش میگرفتی دیگه، چه کاری بود کردی؟ بعد دیروز به سه که اتهام زدی هی میگی 90% 90%. بعد تو خودت مشکوکی به نظر خودت. اگه مافیای من بد نظرم، من معارفه بیشتر از اون حس مافیا گرفتم، پس تو مثل اینکه واقعا مافیا هستی. بفرمایید. خب شماره 5، تو مگه شهروند بازی نیستی، چه دلیل داره روز معارفه مشکوک صحبت کنی؟
میخوای مافیا در بیاری. چرا میگی من خودت قبول داری حرف مشکوک زدی، بعد داری میگی من حرف مشکوک زدم، تو که به من اتهام نزدی مافیای بازی. اگه شهروانی اصلا نباید حرف مشکوک بزنی. پنج میتونه مافیا باشه. علی مافیاس. علی داره به من یه استدلالی میسازه، میگه تو یه چیزی آماده کردی، خودش عقب آماده کرده بود راجع به مرتضی رادان صحبت کنه. علی مافیای بازیه. پنج مافیای بازیه. من نیاز ببینم راجع به شما دو تا بفرمایید. قبلش شماره 7 صحبت قبلش آقا سه قطعی مافیاس. استاد این قبل بازی هم گفته بود صحبت آماده داره، تو این همه صحبت شنیدی امروز شده یه نفری که پنجی که صحبت مشکوک کردن نظر من مشکوک استدلال نوبرت میشینه، باید سم میکردن صحبت کنه بعد چالش میگرفتی. سه قطعی مافیاس. الان دو یک و دو راجع به صحبت کردن اونا چیان؟ فقط راجع به ده نظر دیدی روز هم راجع به اینو صحبت نکرده بودی. خب دوستان از دو شماره دو چه فکر کنم رفتنیه. تو اصلا خیلی شلی. اصلا من شستم و تو نشدم چی گفتی. الان تو چیز میدهی تایید میدهی شماره شیش هم فکر کنم مافیای بازی. تو اولین صحبت که کردی راجع به شماره پنج بود. یعنی اولین صحبت که کردی چیزی که شنیدی یه گفتی، هیچ چی دیگه نگفتی. بعد به من میگه تو حرفم تو مشکوکی، ولی حس شهروندی مشکوکیت منو بگو دیگه، بعد هم فوران استدلال کنی واسه من. بفرمایید سینا صحبت کن. برای چی باید اون به مافیای یارش تایید بده؟ من نمیفهمم چی میگی. باید برای چی باید به مافیا؟ من با 90 درصد با این فکت مافیا گرفتم. حالا استدلال. با این استدلال ما حالا نمیخوام به چیزی بگم. مگه من به این آقا چیز، مگه من به راجع مهدیار صحبت کردم که بخواد به من چیزی بگه؟ تو هم خیلی مشکوکی ها. تو خیلی مشکوکی. بفرمایید. شماره 3 الان یه مافیا قطعتو به من با دستشون بده. چون شماره 3 احتمال واقعا 90 درصد مفید. شماره 2 هم الان هیچ صحبتی نداشت، به من نمیاد به من اتهام سنگین بزنه که بخاطر کنه. شماره 2 هم باشه که شماره 9 هم سری اومد چالش گرفت که شماره 2 هم بزنه بیاد رو من. از اینجا هم دو سه نفر لپ منو کشیدن، هم چالش گرفتن، تاییدام زیاد اومد. من شهروندم، لطفا رو من نیاد. امروز 2 9 3 مشکوکای منه. چالش صحبت کن بچه. پنج قطعی مافیاه. شماره پنج، تو الان این چه شهروند نماییه که داری میکنی؟ تو اصلا از اتهامایی که داری مغزت فقط قفله. بچه پنج مافیا همش داره چالش میگیره، توضیح میده. هفتو خیلی مشکوکی، به همه داری تایید میدی، به سه داشتی تایید میدی. چی شد گفتی قطعی سه مافیا؟ هفتو مشکوک دارم، پنج هم مشکوک دارم. خب من صحبت کنم، احساس کنم تو شهروند این هوش هرجانی تو کنترل کن. خب این یک. ببین استوکم آقا شهروند، علیرضا تو خیلی مشکوکی. ببین من نفر دو باشم فوران استدلال میکنم، تو بلند شدی امروز از حرفات، از همه حرفای امروزه چالش گرفتی. خب نه نوبت صحبتت، بلند میشی از چالش شماره 5 صحبت میکنی با شماره 10. تو قطعی مافیایی. چالش تو صحبت کن. من صحبت کنم. آقا تو چرا این خورده رو به سینا نگرفتی؟ سینا نفر اول بود، هیچی نگفت، خودش هم گفت من هیچی در نیاوردم. بعد شماره 5 تو هم خیلی عجیبی ها. این دو نفر به تو تایید دادن به مافیا، چرا مافیات از این دوتا در نمیاد پس؟ داری میگی دو مافیا، سه مافیا، نه مافیا. آقا من بین 5 و 6 مینیمم یه دونه در میارم. بفرمایید. چالشمو دادم. این سینا من حس میکنم تو شهروندی، من شهروند، ذهن تو درگیر من نکن. ببین استدلالی که من میارم منطقیه. الان آقا شماره 5 شما دیروز اتهام خوردی، امروز هم داری اتهام می‌خوری. یه دونه دو رو داشتی، دو هنوز صحبت نکره کوبیدیش، الان هم داری به بقیه فقط توضیح میدی. مافیا نداری که بره بیرون طرفتو در بیاد. من تو من میگم من شهروندم دیگه استاد. الان چهار داره میگه تو هنوز مافیا، نظر جو چهار چیه؟ نظر جو سه ای که من شهروند دارم میکوبم چیه؟ خیلی مشکوکیه. تو هم اگه شهروندی هم من بیا پای من شهروندم. زیر تو هرگی نکن دوستان، این بازی رو شهرم ببازه. دو صحبت کنه. بچه‌ها من صحبت کنم. بچه‌ها من پنج به نظرم شهرونده. یه مافیا نمیتونه اینقدر نمایان باشه. جدی دارم میگم. خیلی تو نمایی. یه مافیا نمیتونه اینقدر نمایان باشه. پنج شهرونده به نظرم. شیشی که میاد رو موج پنج سوار میشه قطعی مافیا. تو هیچی واسه گفتن نداشتی. بفرمایی نفر بعد. چرخه بازم فعلا. الان این چی بود تو گفتی؟ اصلا من نفهمیدم این چی بود تو گفتی؟ پنج شهروند شیش داره رو موج اون سوار میشه. بچه دو قطعی مافیای. من اون رو قطعا به دو رنگ میدم. نه تا فردا از شهرونده. نه خیلی شهرونده. علی بدی خیلی مشکوکه ها. علی تو خیلی هیچ چالشی نمیگیری. خیلی حس بد از تو میگیرم. من قطعی نه شهروند دارم. سینا هم حس میکنم شهرونده. آقا من میدم یک. به چرخ بازی بفرم. من صحبت کنم. ببین داداش الان نشستی یه گوشه. دو تا شهروند پیدا کردی. از اینایی که دارن میخوان اونو بدن بازی بیرون، چرا مافیا نداری تو؟ لایک تایید و عدم تایید تا که ماشاءالله فراوون وسط، چرا چالش نگرفتی راجع به اون تایید و عدم تاییدات صحبت بکنی؟ من به نظرم شماره 8 میتونه شهروند باشه. دکترم منو نجات بده امشب لطفا. من بمونم تا آخر بازی اش.
آقا کشته شبیه که معمولا منم، اگه پزشک منو شهرونداش لطف بکنه منو نجات بده من ممنون میشم. آقا من بین مثلث 2 و 5 و 6 در میارم، تو مثلا اینو مشکوک شهروند میکنی، 2 بلند شده میگه این انقدر نمیتونه نمایان باشه، این قطعیه، خود 6 بلند شده بین این همه آدمی که مشکوکم میگه 2 قطعی مافیاست. من فکر میکنم بین این مثلث باید خروجی داشته باشیم طرف باز در بیاد. شما 6 صحبت من صحبت کنم. امیررضا 2 برات مشکوکه، یه روز با من بازی کن، 2 بره بیرون، نخون مافیا من میرم بیرون. شماره 2 دروغ وارد بازی میکنه، میگه تو بلند شدی رو موج سوار شدی، من اصلا با آقا اتهام نزدم امروز. ببین بچه امروز فقط 2 میره بیرون ها. نه آقا از این خبرها که نیست. آقا یه دقیقه گوش بدید، 5 که مشخص مافیاست، اصلا شک کردن نداره. میگم همزدن همزدن نداره 2 و 3. آیا علی شما تو معارفه یه مافیای قطعی داشتی شماره 5، امروز با 5 رو شماره 2 همجد شدی که نه 2 مافیاست؟ مگه میشه شهروند اینقدر سری زنش بشه؟ الان اصطلاح شهروندی شماره 5 چیه؟ من 5 و 6 رو با هم مافی دارم با شماره 3. من چین مافیه بخوام بگم 3 زنجیره مافیه. دکترم منو فعلا سیو بده، نجات بده. علی من... خوبی؟ نمایانش. آقای علی میشنوی صدای منو؟ بله. میشه فارسی حرف بزنی؟ بله. نجات. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای سینا. علی رضا. مهدیار. ایمان. مهدی. علی. محمد. مهدی، امیر رضا، علی. سه نفر از خودشون دفاع میکنن، شمارهای 2، 6 و 10. آقای علی رضا بیسید و دفاع کنید. بچه من صحبت کنم، بچه من که قطعی شهروندم. به نظر این دوتایی هم که من با تارگت با اتهام مستقیم آمدم تو دفاعیه، این یه جای کارم بو میده. چون من نظرم امروز رأی ندیم به کسی بره بیرون، چون من نظرم هم این که بعد من اومده شهرونده همون شهرونده، خودم هم که شهرونده. من هیچی از بازی در نیوردم بچه صادق، هیچی من از بازی در نیوردم، خیلی پراکنده است بود. بچه شیشم الان من خیلی محکم کوبیدمش، با خودم اومده تو دفاعی، اونم میتونه شهروند باشه. بچه آیا علی بیستید؟ من صحبت کنم. آیا علی تو بلند میشی به من خورده میگیری که چرا آقا به آقا اتهام نمیزنم؟ آقای علیرضا بلند شده گفته ایشون شهرونده، چرا ایشون رو اتهام نمیزنی؟ تو فقط بعد علیرضا رو اتهام بزنی. بچه ها امروز فقط آقای علیرضا من شما رو گردن گرفتم، تو شما بلند میشی به من میگی تو شهروندی، من احساس کنم من با اتهام آمده باشم. بچه فقط 2 رای میدید، امروز فقط رای میدید به 2. آقای علی دفاع کن. آقای دقیقه به حرف من گوش بده. ببین علی جان، شماره 2 که تو معارفه رو 5 اتهامی نداشت، من حرفم منطقی میگم، تو معارفه گفتی 5، امروز راجبش نظری نداری. آقا من که شهروندم، خیلی نمایان شهروندم، نفر 10، بدون اینکه اصلا اتهام اونچنانی رو من باشه، گفتم 5 قطعی مافیاست. 5 3 تا رای میاره، من نفر آخر با 4 تا رای میام بالا. من بین این دو تا هم اونچنان مافیا قطعی ندارم، یعنی حتی میتونه دعوای حتی شهروندی باشه با اینکه 2 مشکوکه. نمیدونم آقا، من شهروندم، شهروند دستشو واسه من بالا نمیبره. آقای شماره 8 کوچه جانی تو کنترل کن. شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای علی رضا. علی. علی شماره 10. علی و علی بشینید. علی رضا کلام آخر. بچه من که شهروند بودم، انشالله بازی خوبی داشته باشی. تارگت منو پیگیری کنید تا من. شماره 6 قطعه به یقین مافیاست. 9 هم مافیاست که من رأی خروج داد. متشکرم علی رضا عزیز، خسته نباشی. پشت صحنه همراه باش لطفا. شل کردم دیگه، گفتم بذار برم بیرون. چرا؟ یارا رو دیدم شماره 5 خیلی نمایان بود، هفتم اونجوری اصلا این چی نبود، دادر بودیم، کاری نمیتونی بود. با علاوه من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از 2 نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر. کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش را از دست خواهد داد. بخوابه
گروه مافیا به جز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه. بخوابه. تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیر اندازی دارین. بخوابه. پزشک. دو حق انتخاب. بخوابه. تفنگدار. شما حد اکثر میتونید دو تفنگ به شهر بدین. بخوابه. دست همه عزیزان جلو برای دریافت تفنگ. دست هایی که لمس میشه فردا تفنگ خواهند داشت. آقای این دستاتون رو بندازین. عزیزانی که تفنگ دریافت کردن تایید. متشکرم. با الامن. روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با هیچ کس. باریکلا. درخواست اعلام وضعیت. رأی میاره. یک نفر از دست دادیم. یک. مافیا. باریکلا. درست. بفرمایید. باریکلا. بفرمایید. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 10. بفرمایید. مهدیار بفرمایید. مرسی. من دو دعا میکردم خدا کنه شهروند نباشه این وضعی یک هشتون بشه. ببین من رای دادم به شماره 9 رای داد، شماره 7 رای داد، یکی دیگه هم رای داد. شما بود. ببین ما که یحتمال شهروندی، مافیای من میتونه ایمان باشه. ایمان اصلا وارد هیچ جنگی نمیشه. علی یحتمل مافیاست. علی بازم اومده تو دفاعیه، نه راجع به 2 نظر میده، نه راجع به 6 نظر میده، 5 هم مشکوکه چون اتهام زیاد خورد نیومد تو دفاعیه. بعد مافیا میتونست بیاد. آقا یه دقیقه گوش بدید. شماره 2 که واسه من خیلی مشکوک بود چون اتهام زیاد خورد من سمتش رفتم. اون روز شده به استدلال این که من تو معارفه چرا مثلا اتهام نزدم به من گیر داده. پس این نمیتونه یار من باشه همچین گیری به من بده. من مافیام آقای شماره 5 بچه‌ها، شماره 5 واقعا مافیایی بود که دیروز بعد میومد تو دفاعیه. بعد شما این نگفتی شماره 2 مافیا، چرا به شماره 2 رأی ندادی؟ چالش بگیر صحبت کن. بفرمایید. من شهروندم. شماره 4 بفرمایید. آقای مهدیار از دم جمع رای دادی، به نظرم شهروندی. اولین نفری که پاشد بعد از آقا گفت به نظرم دو رفتنیه من بودم. من نبودم؟ نه. همین الان تیر منو بزنه. تو خودت رای دادی به من. من گفتم دو رفتنیه امروز. یک، تو برای چی به من رای دادی؟ به علی بعدی هم رای دادی. بفرمایید نفر بعد. من علی صحبت کردی. آقای ایمان زمانتون تموم شده. آقا. استاد آروم باش. بچه من مشکوکایی که دارم بین 5 و دهن. اگر یک زمانی خواستین شانس یارفروشی بذارین 3 رو قطعی داشته باشین. 3 دید رأی نیاورده دستش آورد بالا، رأی هم به این استاد داد. آقا من دارم میگم دیگه، من که رفتنی ام بالاخره. 3 رو داشته باش گوشه ذهنت، چون سریع اومد تیم شهروندی رو بشن. حالا من که شما دوتا رو قطعی شهروند دارم، هوا امروز به نظر من 5 خیلی گزینه خوبیه، چون اگر علی هم مافیا داری علی اومد بالا اون نیومد دیگه، پس 5 میتونه گزینه خوبی باشه. سینا صحبت ببین کن. گوش بده. ببین آقای ایمان، من شهروندم. من فهمیدم همین الان که گفتی من اولین تاییدو دادم که شما اولین اتهامو زدی. خب اینقدر پا آروم باش اگه شهروندی. نکته اول، یک جنگ مجهول الهویه مافیا رو علی آشتی داده که برسه به 5. فقط طرف بازی بین 5 و علی امروز در میاد. فقط تایید میشه. 5 میذارم. آقای مهدی وصیت. خب دوستان خسته نباشید، من شهروند بازی بودم. این مافیای بازی میتونه از شماره 10 4 و 3 در بیاد، دو تاشون میتونه از ندر. خسته نباشید آقای مهدی. آقای مهدی با طرف مافیا رقابت میکنه. اصلا نباشید پشت صحنه همراه باشید. آقا بشین، صحبت خارج از نوبت نباشه. بشین آقا، بشین آقا. خیلی بد بازی کردم، نمیدونم یه استرس بدی داشتم، حالا من بد بود، افتضاح بازی کردم.
بفرمایید. نوبتم صحبت کنم. نوبت شماست. بله. بچه‌ها علی شهرونده، نوح شهرونده. علی داشت از روز معارفه داشت آقا رو میکوبیده دیگه. چی عدم تایید. قطعی شهروند، قطعی شهروند. هر چی باشه بین چهار و سینا دیگه. چی؟ من صحبت چهاره. کنم ببین آقای علی میخواست چی کار کنه، میخواست رعیا رو پخش کنه، اومد گفتش پنج بره بیرون، بعد اگه علی رضا اتهام خورد هستم فقط من داشتم میکوبیدمش، چی شد که گفتی زیاد اتهام خورد؟ بعد خنده تو میگیرم، فقط علی میره بیرون ها. فقط علی. این بچه ها اون یه دونه که به نظرم بلند شه بره، این جدی میگم، اون یه دونه که بلند شه بره چون بازی رو قطعی شهروند میبره. من مشکوکم، اولا که این تو اگه شهروندی نبود انقدر عصبانی میشی، یه اتهام بهت زده سینا. سینا به نظر من شهرونده با این که رأی نداده. تو از نظر مافیایی علی بسیار مشکوکی. علی تو دو نفر من دفاعیه، یکی رو گردن گرفته، تو میگی نه پنج بره بیرون. بعد اون کی یکی اینجا بود برگشت گفت رو سینه پنج بوده، رو سینه پنج اتهام زده، کارو خواست این که گردن گرفته. بفرمایید صحبت کنستین. من صحبت کنم. آقا من شهروندم، میدونی چرا دارم عدم تایید میدم به شهروندی علی؟ چون حذف گزینه‌ای مافیای آخر ندارم. اوکی، یه جنگ شهروند مافیایی و آشتی داده که امتیازش تو جیب اون نره. من برای همین دارم میگم علی میتونه. چرا این به علی تارگت نمیزد؟ اتهام نفر بعد. این بچه ها دیروز امروز بازی هم خب یک مافیا چی کار میکنه؟ فقط بلند مجبوره که به یارش اتهام بزنه، کار دیگه ای نمیتونه بکنه. ببین الان علی تو فقط بلند شدی گفتی دو شهروند من مافیام. ببین بچه ها امروز فقط علی میره بیرون، بازی تمومه، فقط امروز زمینید علی ها. بذاریم اتهام میخوره صحبت. ببین آقای شماره 6، من نمیخوام یه چیزی بهت بگم ناراحت بشی، قرون شکلت برم. من مافیا ته انتهای صحبت میگم پنج چقدر مشخص مافیاست. من تو معارفه بهش زده بودم که الان مثلا بخوام یقش کنم. ما چی میگی فازت خود؟ سینا جامعه شما نگفتی ساید بین من و پنج داره، پنج رفته مافیا، پس الان نمیتونی به من بگی مافیا. مافیا بین یک و چهاره. سینا تو دورو میکنی چرا بهش رای ندادی؟ آقای شماره رفیق مافیا بین تو و یکه. حالا چه بینی یک و چهاره؟ بین تو و یکه. یک وقتی هم که این اومده بالا به تو رأی داد، به من هم رأی داد. هیچ اعلام موضعی هم چه این دوستان امروز هم میتونی به من رأی بدونم. اما زن فرد باشم با وزدون عالیه، فقط زایی رفقامون چنیستان خالیه. در از یک بودین من ببین ایشون هم یه رأی اینجوری آورد، فکر نمی کرد تا رأی بیاد، خیلی اینجوری رأی آورد، یعنی یه لحظه من فرو ریخت. تا فهمید چه بفرمایید اینم داشته باشه. چالش من واسه علی سینا لطفاً چالش تو به من بده. این خوشم میاد هیچ وقت به من اعتماد نمیکنید، هر کاری کنم یه اتهام به من میزنه، ایراد نداره. ببین من به نظرم گول داد و بیداد ایمانو نخورین، چون الان یه تا تارگت خورد ایمان، اتهام خورد ایمان، یه سرش داد زد گفتن تو که شهروندی. فعلا ببین همه یا به دو اتهام زدن یا به پنج اتهام زدن، نمیتونیم ما فلانی اتهام نزده بعد تو مافیایی. مشکوکا 4 و 10 یکی از این دو تا بود. آقا دقیق گوش بده. ببین علی جان من دیروز به تو چی گفتم؟ گفتم تو معارفه 5 یار منو کوبیدی، امروز چرا کارش نداری؟ بس صحبتم منطقی بود. حالا تو مافیا داشتی یه جای دیگه. ببین ایمان جان اصلا کل استدلالا رو بذار کنار، شما به عنوان یه شهروندی که روزی که مافیا رفته بیرون شب تیر شبم نشسته خیلی عصبانی بودی. آقا من یه تفنگ دارم. بفرمایید. خودمو میذارم آقا. خون شهروند 4 بدید. بفرمایید. آب پاش آقا بفرمایید. مهدیار صحبت کن. ببین من استدلال شهار یه بار بیارم، شماره 4 نوبتش رسید، یه اتهام ریز به شماره 2 زده، چالش نگرفته که سعی کنه دو رو اجماع کنه. شما اگه شهر رو همشه سعی کنید چالش رو بگیرین، تارگتتون رو بکنین بیرون، اتهامتون رو بکنین بیرون. پس 4 مشکوکیش اینه. علی چرا مشکوکه؟ علی با 2 و 6 اومده بالا، 6 داره دور گردن میگیره. علی هیچ نظری راجع به این دوتا نمیده. پس احتمالا بین این دوتاست. من چالشم دادم بچه. ببین آقای ایمان شما به این آقا رأی دادی؟ با. یک دادی؟ آقا گوش بده، اینا همشون به مافیا رأی دادن، همشون دارن میگن من شهروندم. چی جوری میتونی شما به من اتهام بزنی؟ شما اگر شهروند باشی باید بگی طرف بین مهدیار و علی باید در بیاد. آقا کی شهرونده؟ باش آقا تو هر کی بگی رأی بده من رأی بدم. بفرمایید. پیر ما رو در آوردی. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای سینا. مهدیار. ایمان. علی. محمد. مهدی.
امیررضا، علی. دو نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره‌های 4 و 10. یک نفر راجب ایمان. سی نامه من اتهام بزنه. یک سینا. نفر راجب علی. شماره 9. بفرم. ببین آقای ایمان، تو دفاعیت بگو بین من و علی کدوم برات مشکوک. خود علی به من نمیگه مافیا. خود علی به من نمیگه مافیا. من تو نوبت صحبتم استدلالای مهدی آوردم با شماره 2 رو. سر صحبت گفتم باید طرف بین 10 مچولولوی و یار من در بیاد. مگه میشه همچین حرفای شما بزنی با نقش شهروندی؟ هر چی که هستی رای میدم بری قانم نکنی. هر چی که هستی حذف گزینه است. بفرمایید. آقا از دید من علی از چند جهت بره بیرون بهتره، برای اینکه طرف بازی بهتر در میاد. من حس میکنم میتونه شهروند باشه. حرکت مشکوک علی چی بود؟ علی به سینا نمیزد. وقتی من و یه نفر دیگه رای دادیم به سینا، علی داشت تاخیری رای میداد، داشت کشید. من نمیدونم چرا این حرکت رو زدش. امروز علی بره، چون من حس میکنم اگر علی نباشه میتونیم سراغ سینا هم بریم. بیستید و دفاع کنید آقای ایمان. ببینید بچه ها، یه سه لای دیگه هم هست. سه نفر بودن تو رای گیری. بند خدا 4 تا رای، این دو نفر هیچی رای. یعنی دیگه بالاخره دو تا یار داشت دیگه، به یک کدوم از نارای به یکی از نامافیا این که حالا صف کوبید رم داد، ولی اون میتونه مافیا باشه دیگه. تو چرا رأی نمیوردی؟ بعد رفیق من رأی یکم، تو رأی یکم ندادی به این، تو رأی یکم نه، رأی یک به من دادی این. من اگه برم بیرون به من رأی بدی، وصیتم فقط سیناست. با اینکه مافیا دارن، وصیتم فقط توی به من رأی بدی. حالا میخوای رأی بدی؟ آقا یه دقیقه به حرف من گوش بده علی جان عزیز دلم، یه دقیقه قره نشو. حالا یه مافیا کوبیدی، من که شهروندم ازم نخند، فکر نکن منو میتونی روز یک اینجوری در بیاری. من تو روزی که شما گفتی دو، چون دو ببین بچه اینو ذهنیته، چالش گرفت گفت 5 از نظر من نمیتونه انقدر نمایان باشه، من حس نکردم با هم مافیان، گفتم 5. تو دفاعی مگه اتهامم تو نبودی؟ خب میتونستم قطعی تو رو بکوبم دیگه. تو دفاعی گفتم آقا دو هم از نظر من مشکوکه، ولی من نظر آنچنانی ندارم. هر رفتاری میخواین بکنید بکنید. من مافیان 5 بوده، رأی یکم دادم به 5. الانم خونده شب. امروز میخواین حسب گزینه آقای شما رفت شما، من شهروندم خیلی. آقای شما اینو رأی بدید به شماره 4. بیستید؟ نه. آقایون بیستید. واقعا تو فینال اینجوری میکنید. شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای ایمان. علی. علی کلام آخر. آقای ایمان بشین. علی جان من متاسفم واسه، چون اصلا با استدلال بازی نمی‌کنی عزیز دلم. آقا من که شهروند بودم، این سه تا قطعی شهروندن. اصلا اونو ول کن، اونو بزن شاد بشه. دکتر بین این سه تاش سیو میده. بین سینا شماره 4 جفتشون هم به یه اندازه استدلال دارن دیگه. منم بازی درست بوده. من 5 داشتم میکوبیدم تا حساب 2 داشته میگفته 5 ازم نمایان شهرونده. حس نمی‌کردم جفتی با هم یار باشن. متشکرم علی. پشت صحنه همراه باش. بازی قشنگی بود از نظرم. شهروندا خوب بازی کردن روز یک. من شماره 2 واسم مافیا بود، ولی چون 5 و قطعی مافیا داشتم، دیالوگاش خیلی مشکوک بود، گفتم 2 و 5 نمیتونن با هم یار باشن دیگه. من 5 رو کوبیدم، 5 هم تفنگ خورد دیگه، خدا رو شکر. با اعلام من شهر پیروز. شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از یک نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر. کسی که انتخاب میکنید امشب توانایش را از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا بجز گروگانگیر. مافیا بخوابن. کاراگاه. بخوابه. تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید، حق تیراندازی داریم. بخوابه. پزشک. یک حق انتخاب. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 3.
آقای مهدیار خسته نباشید، پشت صحنه همراه باشید لطفا. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 4 به این سمت. خب شماره 8 صحبت کنید. ببین بچه ها امروز من نمیدیم بیرون نمیتونی ببری که بشنه این شهروند اینجاست، میخوایی چی کار کنی؟ نمیتونی ببری. این کسی بود که به من رأی داد، بعد این که دو اومده بالا رأی 4 ما به علی بدی داد که علی بدی هم بیاد تو رأی گیری، سه نفر تو رأی گیری باشه. تو اصلا راجع من علی بدی روز یک صحبت نکرد، روز یک تو میگفتی من چالش میام، نمیدونم چالش 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 میام برای آینده، میگم برای آینده چی بود چه یه رأی به من بده یه رأی به اون. امروز من میرم بیرون، فردا تو دیگه تو بزن بابا اون دوست داره تا آخر بمونه. نفر بعد چالش آن تو چالش داشتم بچه امروز من ندارم سینا بره. سینا یه چالش علیرضا گرفت، من صف کوبیدمش تو تایید دادی، داشتی علیرضا رو میکوبیدی، نه رأی یک به اون دادی نه رأی یک به این مافیا دادی، جفتشون هم اتهام زدی ولی رأی به هیچ کدومشون ندادی. سینا به نظرم مشکوک تره، ما چهار تا قطعی شهروندیم. امروز رأی میدیم سینا، اگه نبود چهار از دیگه. من چجوری باید قانع کنم؟ چالش صحبت کن بعد از صحبت کن. نه بعد از من صحبت کن. چی جوری باید قانعتون کنم؟ ببین این شات مهدیار، تیری که مهدیار خورد منو میرسونه به جایی که یه دونه مافیای خیلی سفت توی بازی داشته باشیم، اما من که شهروندم آقا، من داشتم، من مگه نمیخواستم رأی ها رو مساوی کنم، سه نفر تو دفاع بیارم حق رأی ها رو آزاد شه؟ چرا پر رأی ندادم؟ چرا تلاش نکردم به کسی رأی بدم؟ حرفای عجیب غریب نزنی، تو برو بیرون آجی، تو برو بیرون، چون داری تنها اتهامت من شهروندی، برو بیرون. ببینیم بچه ها، من چهارتا که شهروندی، من یه استدلال میارم همین رضا میدی گوش بدین. آقای ایمان که دیروز توی دفاعی اومده بود از نظر من بذر میپاشید، گفت علی بره مافیا نباشه میریم سراغ سینا. من این حس رو دارم بین شما دوتا سیاه، قبول کن من نظرم اینه. بفرمایید چالش سینا صحبت کن. ببین آقا گوش بده، آقای علی روز یک آقای ایمان گفت این که نمایان مافیاست، اما فشارش رو کی بود؟ رو تو بود فکر میکنم دیگه. اوکی اینا رو قبول دارین، من اگر مافیا بودم من باید چالش اول صحبت رو میگرفتم، از تیری که شورد مافیایی میرسیم، من دارم تازه برای شانس شهروندی میذارم، منو داره میگه تو مافیایی. خب سینا من انتظار دارم تو بگی از کشته اون میرسی به اینکه یک کدوم از ما چهارتا مافیاه، خب بعد میگفتی کدوم مشکوکه دیگه، تو نباید میگفتی اون مافیاست به نظر من. خب بعد بگی دیگه، من مثلا الان ذهنم بیشتر از همه به 6 و مثلا 8 میره، ولی نه فکر کنم سیناه بچه، به نظر من سیناه. بعد سینا تو میگی من اگر مافیا بودم به این رأی نمیدم، تلاش نمی که خب این یه رأی آورده بود دیگه. بفرمایید چهار بعد من صحبت کنه. بچا امروز باید با هم رأی بدیم، رأی به هیچ عنوان نباید مساوی بشه، امروز باید یه خروجی داشته باشی. من کماکان به سینا مشکو، سینا تو بازیکنی نیستی، اتهام زدی به 2، اتهام زدی به 5، چرا به هیچ کدوم رأی ندادی؟ سینا خیلی تو مشکوکی، من امروز به سینا رأی میدم، تو هم که به سینا رأی میدی، تو هم که به سینا رأی میدی، شما دو نفر امروز به سینا رأی میدین بره بیرون. تو وصیت کن آقا بره بیرون، فدا شو دیگه. بفرمایید دادا بین 6 تا 8 مشکوک، یعنی 8 یه یارش رفته بیرون با تفنگم اینا زده، همین حرفا زدی دیگه، تو هم خیلی مشکوکی. ولی بچه ها سینا مافیاس از بغلی تو، فقط هم زدی تو این شهر، چیکار کرد از بغلی مافیا رد شدی؟ گفت بین 5 تا 10 چی بزن، چیکار کردی؟ خدافظ بفرمایید. ما میتونی منو بدید؟ آقا ساده ترین استدلال اینه که اگر واقعا سینا رأی داده بوده به علی بدی به عنوان نفر چهارم، باید امروز فقط سینا بره، چون علی اونقدر تامین نمیخواد. بس اگه خود دادی دیگه، پس امروز فقط سینا باید بره. مثلا ساده ترین چیزه، 4 تا رأی 1 اگر توش بوده خب سینا میشه مافیا، اصلا علی اونقدر اتهامی نمیخوردش. فکر نمیکنم توی اتهامای تو هم زیاد علی بوده باشه. 6 چالش این بچه‌ها، من ترن صحبت نوبت صحبتم. این بچه‌ها من اصلا مقاومتی ندارم که من شما سه تا رو به خودم قطعی شهروندم، یار فروشی که روز یک نداریم که من شما رو قطعی شهروند دارم. من معتقدم بین این دو تا شما باید یه شهروند اومدی نشستی، استدلالت اینه سینا هم حالا این رأی که تو داری میگی من مجبورم با تو بازی کنم چون تو رو شهروند میلیون دارم، یعنی اگه یه درصد به این دو تا شک کنم به تو هیچ عنوان نمیتونم شک کنم چون باهات سه دفعه بازی کردم. سینا صحبت آقا گوش بده، تو مگه شهروند نیستی؟ من تو رو برای چی باید شهروند کنم که یارمو بدی بیرون؟ باید چالش بگیرم استدلالاشو بیارم. رأی ندادم آقا، خیلی دیالوگ شهروندی بود، گفت من فکر میکنم جفتمون شهروند باشیم چون من اونو شهروند داشتم، یکم ندادم. آره یکم ندادم. بفرمایید به اونم یک مسیر بازیم بوده دیگه. من صحبت کنم
این بچه‌ها گوش کنید، الان من که اصلا هش هر چی بگه من باید بازی میکنم. ببین واقعا خیلی شهروند، هش که شهروند، امیررضا را من شهروند دارم. امیررضا میتونست منو بکوبه، با من چه بلند شد رأی داد به اون دیگه، قطعی شهروند امیررضا. ببین امروز من میخوام با مهدی بازی میکنم. مهدی بود، امیر مهدی بود دیگه، با مهدی بازی میکنیم دیگه. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای سینا بیستید. ایمان، علی، محمد، مهدی، امیررضا. شماره 1 و 4 از خودشون دفاع میکنن، یک نفر رجب سینا. تو صحبت یک نفر راجب ایمان. من میخوام شماره 6 راجب من صحبت کنی. 6 نمیخواد صحبت کنه، تو صحبت کن. بفرم. این بچه ها این نظرم بین این دوتا در میاد درسته. من سینا رو نسبت به این شهروندتر دارم و مهدی، ولی من میخوام با تو هر کدومو بگی من رنگ میدم. سینا مافیایی نیست که انقدر نمایان باشه. یارش داشته میرفته بیرون به تو گفته اینو ولش کن، بعد علی هم اونجوری اومد رأی آخر داد، به نظرم نمیتونه باشه. 4 است امروز به 4 رأی بدین. 4 تو یه دیالوگ مشکوک گفتی، گفتی 9 مشکوکه، داره میگه بین 6 و 8. 9 چرا مشکوکه؟ 9 قطعی شهرمنده. تو دیروز گفتی تفنگ پاشه منو بزنه، شهروند چه نیازی داره بگه تفنگ منو بزنه؟ امروز 4 بره بیرون، سینا بشینه. یه روز دیگه سینا بشینه، مافیا هم باشه فردا میره. درسته دیگه سینا، 4 مافیا دیگه. ببین گوش بده عزیز من، رو من فشار نذار، بذار من با ذهن خودم بازی بکنم. از نظر من گفتم شما 3 تا شهروندید، 2 تا استدلال برای یارام آوردن. الان شما باید بگید اگر با توجه به این سناریو که ایشون تیر خورده، نباید بگید من مافیا. من اگر مافیا بودم سر صحبت چالشو میگرفتم، میگفتم برو بیرون. من اول صحبت گفتم ممکنه یه مافیا صفر نشسته باشه. حالا من که خودم شهروندم، پس بفرمید. این انتخاب اوله، رأی بدید به ایمان. نبود من نیستم. 6 که دیرو میگفت نه ایمان شهروند. ایمان بیستید و دفاع کنید. ببینید بچه‌ها، منم همین رو می‌خواستم بگم. ذهنتون باید بچرخه. اون بشاشیت روز یکت کو؟ اون بشاشیت روز یکت دوت کو؟ تو دوره چجوری در آوردی اینقدر صفر؟ ببینید داره میخنده، خنده های هیستری. آقا این چجوری دوره در آورد؟ ما همه اون پلی گیریم. این چجوری دوره اینجوری در آورد؟ فقط 2 بره بیرون. یه روز یک روز با من بازی کنین، 2 اگه نبود فردا من برم. مطمئن بود 2 مافیای دیگه. مطمئن بود. مگه میشه همچین چیزی؟ این انقدر مطمئن باشه که 2 مافیاست که رأی بدین من برم. شما که رخ عقاب گرفتی می‌خوای من رأی بدین پشت صحنه، بعد نیاین سمت منو اینجوری بدون بگم. آقایون بیستید. نه رخ عقاب نگیره من رأی بده. سر دوکون واره به من رأی بده. باز آقایون بیستید. زمانتون تموم شد آقای ایمان. استغفر. شما حق رأی به هم ندارید. رأی گیری مجدد برای سینا. ایمان. آقای ایمان بفرمایید بشینید. سینا کلام آخر. حاجی با نقش شهروندی ما رو دادید بیرون، یعنی فینال که میرسید دیگه فکر نمی کنید. خب تو آخه چی داری واسه من که تو رو شهر؟ تو چی داری واسه من؟ تو چی داری واسه من که من تو رو بخوام شهروندت کنم؟ 10 نفر رو شهروند کنم، 2 تا یارام عبازی برم بیرون؟ چی داری واسه من که بخوام شهروندتون کنم؟ من که امرو گفتم انتخاب اولم رأی دادن بهش. چرا به این رأی ندادی که بذر اونو کاشت اگه اون براتون شهرونده؟ این که به هیچ کدوم رأی نداد. 6 که به هیچ کدوم رأی نداد. خسته نباشی سینا. با آرامش داره برای من تبر میزنه. پشت صحنه همراه باش آقای سینا. یه قندی من از تو بگیرم بعد بازی. فکت شهروند داره، استدلال برای شهروند بازی داره میاره. تیز شدی بریدی ما رو. خسته نباشی آقای سینا. پشت صحنه همراه باش. یه موقعی که شهروند آجیب شماره 8 من چی داره آخه واسم کاورش کنم؟ کاورش کردم، تفنگم رو دادم بهش. من نمیفهمم این چه سبک بازیه میکنم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از 1 نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید.
بخوابه. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه. گروه مافیا به جز گروگانگیر. بخوابن. کارگاه. بخوابه. تکاور، اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تکتیر اندازی دارین. بخوابه. پزشک، یک حق انتخاب. بخوابه. با اله من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره یه. نو آقای امیررضا خسته نباشید، پشت صحنه همراه باشید لطفاً. ناراحت شدم واقعا، سینا حق داشت دیگه. من اسم کنم چاره دیگه، چون فکر کنم اگه چار باشه من دوباره از روش هم زدم. یا چاره یا شیشه دیگه، فکر کنم چاره. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 6 به این سمت. صحبت کن بچه ها، هرچی میخواین بگین راجعی من فکر کنید فکر کنید. امروز رای بدیم من از این باز بارم. باز یه فیناله با یار فروشی، باز یه فیناله کسی ببره. برو یارشو فروخته. امروز فقط رای میدیم من میرم بیرون، فقط رای میدیم، نمیذارن اصلا به سه نفر درسه. فینال یار میفروشی آخه، قرار بود بگیم ما بخندی. برو بابا. خدایی ببین بچه ها، ببین تو که امروز رفتنی بلند میشه، یعنی میگی همه یه جا دیگه بودن، من گفتم فقط یارم بره بیرون. این آقا بذر مشکوکیت فردای من هم بلند شد گفت اون بره بیرون، بعدش من مافیا. ما امروز فقط رای بدید میخندی؟ امروز فقط آقا بره هیستیری که دیگه، درسته؟ آره. بفرمایید. چالش من؟ خیر چالش صحبت کن. چالش میخوام یه نکته آموزشی بگم. آقای نورایی همیشه میگه مافیا درس زندگی، تو زندگی تام چسیو پل نکن که ازش بری بالا. اینا یاد بگی تو زندگی تام چسیو پل نکن. با یار فروشی بازی بردن هیچ هنری نیست. آقا اولا اگه شهروند باشی که میگی چهار نفر اصلا رأی نمیدیم استاد، دوم ارزش نداره. تو دو روز اومدی تو دفاعیه، اینو سگ یارش هم فروخته باشه من به این یار فروش میبازم استاد. دو روز اومدی تو دفاعیه، هر شهروندی با تو اومده رفته، بعد من میگی روخ اوقاب بده من رأی بده، من روخ یوزارسیف میگیرم تو رو میدم بیرون. نفر بعد یه داره بیشتر پارو بزن. حالا بیشتر پارو بزن. من اگه به موقع ازدواج چرا الان بعد شما هم سنی شما بودن و میخوای با یوزار سیف منو بدی بیرون آخه؟ تو اصلا تو بازی ها من بودی، من مافیا باشم یارم اینجوری پرواز کنم به این به این بباز به پسر جون بباز، بعد اونم بعد میخوای چی کار کنی؟ به این بباز. نفر بعد من تو رو که قطعی شهروند دارم، اونم اگه رأی دادی بازی فوشتو میخوری دیگه. امروز رأی میدیم ما به سه نفر نمیذاریم برسه، امروز رأی میدیم بره پرواز کنه بره دیگه، عموم شد را. اگر یار فروشی کرده نوش جونش دیگه بردی دیگه، تک اتهام دو در رأی دو هم بهش میره. آره من به یار فروش میبازم دیگه، امروز رأی میدیم تو بری بیرون دیگه. بفرمایید نفر بعد. تجربه میشه براتون، شما هستین. اشکال نداره شما معصوبت نوبت شماست. من با چه چالش، من میخوام پا رو بزنم. آره من میخوام جلو شما پا رو بزنم. این از کجا اطلاع داشت که این قطعی مافیاس روز یک؟ مثلا کاراگاه بوده استعلامشو گرفته گفته این بره بیرون، نخون مافیا من میرم بیرون. نفر اول به یارم گفتم تو خیلی شد شل اومده، از زیر پتو درش آوردم گفتم تو خیلی شد شل اومده، تو که رفتنی. بعد این میگه قطعی، خودش تو دفاعیه میگه وا چرا من با یارم؟ خود چون تو دفاعیه، چرا تو دو تا رای نیوردی؟ چرا تو دوتا رای نیوردی؟ بفرمایید رای گیری میکنیم، چون اونو یارش هم نرفوخ. دم اونجا آقای ایمان. بفرمایید دم اونجا. رای گیری برای ایمان، علی، محمد، مهدی. آقای ایمان تک دفاع، یک نفر اتهام. نه بابا ولشون کن. میبندین؟ والا اتهام زدم به منم صحبت کنم. بفرمایید دفاع کنید. ببینید بچه‌ها همین جوره دیگه.
الان تو فصل 11 فینال شو ببینید چه جوری ذهن البرز حمید رضا چرخید، چه که با تیر یارش زده بود باش دست ندادن. الان شما میتونید سوپر گل بزن، این مافیای بازی. من بازی چه برای خودم بردم، الان میتونید سوپر گل بزن. این از کجا اطلاع داشت دو قطعی مافیا؟ این پلی یه چه روزی یک دوره در بیاره؟ بعد چرا دو به این نمیزد؟ دو میگفت پنج مافیاست. چرا دو به این نمیزد؟ چون دو یار فروش نبود، نمیخواست یارش فروش. متشکرم. ولی این یارش فروش. این دو تا بازی قبلا هم همین کارو کردن. مجدد برای ایمان. دو تا بازی قبلا هم همین کارو کردن. بفرمایید بشینید. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از یک نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب توانش را از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. بخوابن کارگاه. بخوابه تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیر اندازی دارین. بخوابه پزشک، یک حق انتخاب. بخوابه با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 8. خسته نباشید آقای مهدی، پشت صحنه همراه باشید. فینال خوب بود، من راضی بودم، خوب بود. هفت خیلی خوب بازی کرد، ولی رأی داد دیگه، یار فروشی کرد، ولی نوش جونش دیگه ببره. خب عزیزان، رسیدیم به بخش جذاب مسابقه شهروند و مافیا، جایی که شما سه نفر دو دقیقه به صورت آزاد زمان دارین با هم صحبت کنید. از همین لحظه آغاز میشه فرصت شما. بفرمایید. شماره 7 یه چیزی بگم. علی بدی پلیر دمشق بازی کنه. ببین من روز یک اینو کوبیدم، این روز یک پاشو 50 کوبید به من گفت مشکوک. نه گوش بده، 50 کوبید به من گفت مشکوک. علی بعدی گفت هم 5 مافیاس هم 6 تو دیگه چرا کاری به 5 نداری؟ این بشاشی اتش میگه کجا رفت؟ یارا فروخ سفید شد ولی تا 5 با تیر خورد دیگه رفت. خودت اگر شهر بودی خب فقط ببین من اگه مافیا بودم بعدی بازی دو تا سکه افسر میزنی تو گوش من، دو تا سکه افسر میزنی تو گوش من، تا من تا لازم بابا من سکه خوردم، دو تا سکه میزنی تو گوش تموم شده. بعد هر چی میخوای پارو بزن. الان تو به من میگی مافیا؟ قطعی مافیایی. من اگه اون مافیاست به اون میوازم. تو چرا پنجا دلت کردی؟ بذار من استدلال جفت. من اصلا میوازم به تو. دو روزه یه دقیقه وایسا. آقا بذار من حرف بزن، علی من صحبت کنم. ببین شما ایمان جان با دو تا شهروند اومدین نشستی، یه سری از حرفاتم درست میدونم. آقا دو یه دونه مافیا مونده. وضعیت سینا مگه نبود؟ اینم یعنی اگه اینقدر واسه سینا من بودم. علی بعدی چی گفت تو؟ علی بعدی من گفت شهروند. به تو گفت شهروند، گفت هم 5 مافیا هم 6. به تو گیر داده بود. قبلش به تو گفت مافیا. تو برسی آقا یه سال، یه سال تو روز معارفه من تو روز معارفه من اصلا نمیتونم برات آزاد شهروندی بذارم. چرا پس دور رو قطع کن؟ یه دقیقه صبر کن. ببین من اصلا برات تو نمیتونم آزاد بذارم، چون تو بلند میشی به من میگی مافیای روز یک یارتو تک تام کوبیدی، بعد بلند شدی فروختی. ای من اصلا نمیدونم تو چه مافیا باشی واقعا نشه چی استاد روزی که منم با 4 3 تا شهر رو مافیا باشی. من دست میدم به اینا. ببین اصلا راه نداره، تو وصیت سینا بوده. خب با دو تا شهروند اومده بالا، شهروندا رفتن بیرون. یه سوال ازت می‌پرسم، تو دوره چه جوری درآوردی؟ 5 برای چه روز یک بهش اتهام زدی؟ بهش استدلالش آوردم. متشکرم. زمانتون تموم شده، صحبت نمیشه آقا. تموم شده زمان تموم شده دیگه، به هیچ عنوان حق صحبت ندارید. بیستید اینور، شما دو نفر، شما بیستید اینجا، شهروندتون انتخاب کنید. شهروند شما بفهمید اینور، شما بیان اینجا بیستید. ای بابا تازه داشتیم نگاه میکردیم گوشی یارم کو
با شمارش معکوس من شهروند تو انتخاب میکنی و مشت میزنی. بله بیشتر میشمارم. 5 4 3 2 1 انتخاب کن. اینا رو نمکن دستا رو بردن جلو. شهر ما شکست خورد. این مافیا بود؟ با اجازتون. خسته نباشید. شما هر دو خوب میگفتین آقایون. دوستان پشت صحنه تشریف بیارید. یک به هر خسته نباشید. فقط دور بده من آقایون. بله. علی رضا خیلی معذرت میخوام. 1-7 دیگه مجبور شدم. باریکلا. 1-7 خیلی سخت بود. معذرت میخوام بیننده اگه بازی جذابی نبود ولی مجبور بودم. من رأی سومو دادم. فکر کردم با سه تا میشینه. تو این فصل مافیا نشدم بالاخره یه کارت کشیده. ببین این تیری که مهدیار خورد من نمیتونم لای اونا دیگه ما چون اونا پوینت دارن رأی دادن به مافیا. من رأی ندادم تفنگ بدم ساید بازی در بیاد. اینا باید اونو در بیارن. من فقط میفهمم که آقا اینم میتونه شهروند باشه چاره. بین اینایی که رأی دادن به مافیا ده. تنها کسی هم که نمیتونست باشه 6 بود چون 6 به هیچ کی کار نداشت گفت فقط دو بره بیرون. من و چهار تو فایت تو چالنج ما هم دیگه داریم ما به هم دیگه اتهام میزنیم. من تیر شب میخورم پس چهار نمیتونه مافیا باشه چون اگه مافیا بود منو نمیزد دیگه. بین اینایی که رای دادن 6 هم که گردن گرفت اگه یارش بود گردن نمیگرفت. حداقلش این بود بین 7 تا 9 بعد بگردن ولی خودشون هم نگشتن اگه میگشتن پیدا میشد. مافیا که یار فروشی میکنه خیلی سخت میشه در آورد. خیلی بعد تجربه داشته من اونقدر تجربه نداشتم. خیلی اصلا گفتم بذار ساده فکر کنم اینا رو اینایی که رأی ندادن بین اینا مافیا باختیم فضا سرمون دیگه فروش کرد دیگه. آقا من اگه خسته نباشی میگم به همه بچه‌ها واقعا فصل جذابی بود از نظر من. تبریکم میگم به تیم مافیا. بازی از فایت خارج شد یعنی اینکه روز یک مافیا رو بخوان اینجوری بدن بیرون یکی هم یار فروشی کنه شهروندان با منطق 1-4 منطقی بود بهم اتهام بزنن ولی هفته میتونست یار فروشیش در بیاد چون هم 4 هم 1 رو 2 داشتن اتهام وارد میکردن ولی هفت مافیا فورسش روز 1-3 بود. در کل بازی قشنگی بود. امیدوارم که بینندگان عزیز از دیدن این فصل لذت برده باشن. فارغ از نتیجه به نظرم چیزی از ارزش‌های این شهر کم نمیشه. امیدوارم از دیدن رقابت نهایی فصل 16 مسابقات شهروند و مافیا لذت برده باشید بینندگان عزیز. به همه همکارانم در گروه سازنده که شبانه روز برای تولید این فصول زحمت کشیدن خسته نباشید میگم و امیدوارم خیلی زود با فصول جدید مسابقه شهروند و مافیا مهمان خانه‌های شما عزیزان بشیم. به افتخار همه همکارانم. ارادت